شورای نگهبان خامنه ای بالاخره از میان 80 نفر که داوطلب بازی در نمایش انتخابات شده بودند، 6 نفر را قبول کرد و به اصطلاح تایید صلاحیت کرد و بیش از 70 نفر را رد صلاحیت کرد. این رد و تاییدها با چه معیار و ملاکی صورت گرفت؟ اینها که تایید شدن چه ویژگی هایی دارند و این ترکیب چه معنی و پیامی داره؟ با این ترکیب نمایش پیشرو چطور برگزار خواهد شد و رژیم پس از این انتخابات چه مسیری رو طی خواهد کرد؟ اینها سوالاتیه که امیدواریم در گفتگوی این ساعت با آقای علیرضا معدنچی بتونیم به همه اونها برسیم. خیلی خوش آمدید آقای معدنچی. منم به شما سلام میکنم و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار. خواهش میکنم، خیلی لطف کردین. آقای معدنچی، این ترکیب 6 نفره ای که به اصطلاح تایید صلاحیت شدن توسط شورای نگهبان خامنه ای چه ویژگی دارن و چه چیزی اینها دارن که اونهایی که رد شدن نداشتن؟ داستان چیه به نظر شما؟ خب در مورد فهم منطق این که اینهایی که انتخاب شدند با قول شما چه ویژگی هایی داشتند و فرقشون با اونهایی که تایید صلاحیت نشدند چیه، نباید دنبال منطق معمول در سایر کشورها گشت. خب منطق معمول اینه که هر کاندیدایی که انتخاب میشه یا مثلا در معرض داوری عموم قرار بگیره اینه که چه برنامه هایی داره و ترکیب دولتش از چه قراره اینها را ارائه میدن. اگه دقت کرده باشین چه اون 80 نفر چه اینهایی که الان به صورت تایید صلاحیت شدن، هیچ کدومشون یک کلمه در باره برنامه، طرح و برنامه حرف نزدند. چون که اصلا طرح و برنامه در این رژیم موضوعیت نداره. اولا که مسند ریاست جمهوری در استبداد مطلقه ولایت فقیه صرفا پوشالیه و رئیس جمهور بجز یه پیشکار میگفتن تدارکات چیه؟ بله، ولی فقیه کار دیگه ای نداره. خود نماز جمعه ها هم امام جمعه های خامنه ای هم خیلی صراحتا مثلا صدیقه میگفتش که رئیس جمهور باید ذوب در ولایت باشد، رئیس جمهور مطلوب اینها اینجوری تعریف میشه. بنابراین مسئله اینه که کدومشون سرسپرده تر هستند. البته همشون سرسپردند، همون 80 نفر، همین 6 نفری که الان به اصطلاح تایید صلاحیت شدن، ولی کدومشون بیشتر موم دست خامنه‌ای هستند که خامنه‌ای بتونه از طریق اون خط خودش رو که انقباض حد اکثری هست پیش ببره. از انقباض هم که صحبت می‌کنیم یعنی سرکوب و اعدام در داخل و همچنین غارت حد اکثری، چپاول حد اکثری و تروریسم و جنگ افروزی در خارج کشور، همون با الگوی رئیسی به قول خود اینها از خودش هیچی نداشت و تماما ذوب در خامنه‌ای بود و هرچه اون میگفت این اطاعت میکرد. بنابراین اینها صرفا همونطور که عرض کردم مسند ریاست جمهوری پوشالیه و خامنه‌ای این سیاست انقباض رو هم میخواد که از طریق اون در برابر قیام‌های در تقدیر به سیاست ببنده و از این طریق به اصطلاح خودش رو شکاف‌های رژیمش رو ببنده که بتونه با این قیام‌ها مقابله بکنه. مشخصه که در میان این 6 نفر یک نفر مورد نظر خامنه‌ای هستش و این رو انتخاب کرده. منتها اون 5 نفر دیگه در اطراف این چیده میشن برای اینکه این دکور انتخابات یه دکوری داشته باشه و یک رنگ و بوی از انتخابات معمول داشته باشه و این کاملا مهندسی شده و پیش بینی شده است. در بین این آدما خصوص حضور آخوند دشخیم پور محمدی از عاملان و از اعضای هیئت مرگ در قتل عام سال 67 معنای مشخصی داره و خامنه‌ای میخواد به این وسیله این پیام رو بده که در پاشنه در این رژیم همچنان بر پاشنه قتل عام میچرخه و به این ترتیب میخواد این پیام رو به جامعه هم بده. حالا اینکه انتخاب بشه یا نشه اون امر دیگری است، ولی به هر حال من فکر نفس این که در این ترکیب هست، بله این خودش این پیام رو داره. این به غیر از کسانی که رد تایید صلاحیت شدن، رد صلاحیت شده ها هم پیام خاص خودشون رو دارن و
یعنی این پیام خودش رو داره و نشون میده که میدان مانور خامنه ای چقدر محدوده که حتی قادر نیست به مهره‌های سرسپرده ای مثل لاریجانی که سالها رئیس یکی از قوای کسی قوای رژیم بوده، یا مثلا اسحاق جهانگیری که سالها معاون رئیس جمهور بوده و اینها رو هم تحمل بکنه. بله، شما اشاره کردین به اینکه خامنه ای میدان مانورش محدود شده. از چه نظر این رو شما میگین؟ ببینید، خب اگر به این رد صلاحیت شده ها نگاه بکنیم، یک رئیس جمهور میبینیم، یک رئیس مجلس میبینیم، یک معاون رئیس جمهور میبینیم و چندین وزیر که توی همین دولت رئیسی اینها وزیر بودند. این همه وزیر و وکیل و مقامات سطح بالا که همشون سالها امتحان سرسپردگی و مزدوری خودشون رو به خامنه ای اثبات کردند. اما خامنه ای قادر نیست که همینها رو هم تحمل بکنه. و چرا؟ چون که میخواد در برابر همونطور که عرض کردم در برابر قیام سد ببنده و ناگزیره که این حتی خودی های نظام امثال همین هایی که ازشون اسم بردم جراحی بکنه و اینها رو حذف بکنه. این البته بهای سنگینیه که خامنه ای برای حفظ و بقای رژیم میپردازه. ببینید، در شرایط کنونی و سالهاست که البته اینجوریه، یک چیز همواره مد نظر خامنه‌ای و هدف اصلیه و اونم حفظ و بقای رژیم به هر قیمته، به خاطر اینکه مسئله بود و نبود خامنه‌ای داره. بنابراین به اینکه مثلا انتخابات کمی آبرومندتر برگزار بشه، نمیدونم، یا اینکه با این حذف و تصفیه‌هایی که میکنه چه بر سر مثلا رژیم میاد و اینا، به اینها فکر نمیکنه. اون فقط به یک چیز فکر میکنه که چطور میتونه شکاف‌هاشو ببنده، این رژیم رو برای انقباض حداکثری آماده بکنه تا بتونه در برابر قیام تاب بیاره، در برابر این طوفان‌های سنگینه. و چطور این کشتی در هم شکسته رژیم رو از گرداب این تلاطم‌ها و بحران‌های فراگیر عبور بده و به خیال خودش نجات بده. حالا شما چشم‌انداز رو چطور می‌بینید آقای مدنچی؟ بعد از این نمایش انتخابات چه وضعیتی خواهد داشت رژیم و چه تغییری می‌کنه قبل و بعد از این نمایش؟ ببینید، خامنه ای برای این انتخابات آماده نبود. این انتخابات بهش تحمیل شد. خامنه ای خودش برای انتخابات 1404 اگر که رئیسی می بود آماده کرده بود و برای آوردن رئیسی چند سال به صورت زمینه چینی کرد، این رو مهره مورد نظر خودش یعنی رئیسی رو بالا کشید و به تدریج اون رو تحمیل کرد. و اما الان یه همچین چیزی وضعیتی نداشت، بنابراین در برابر یک وضعیت غیر منتظره قرار گرفت، یعنی غافلگیر شده و خب دیگه ناچاره که مثلا این امر خودش رو با ریخت و پاش‌های زیادی به پیش ببره. یکی از این ریخت و پاش‌ها همون جرایحی‌هایی که بهش تحمیل شده. البته مشخصه که تمام کسانی که اومده بودن، اون 80 نفر ثبت نام کرده بودن، اگر نه همشون قریب به توافقشون چراغ سبز خامنه‌ای رو دریافت کرده بودند، حالا تلویحاً تصریحاً به هر نحو، ولی خامنه‌ای اینها رو هم کنار گذاشت و جراحی کرد. اینها خب زخمی‌های این قضیه هستند و اینها طبعاً آروم نمی‌شینند، آروم نمی‌گیرند، کما اینکه همین الان هم صدا به اعتراض بلند کردن، البته با سخافت این لاریجانی و گفته که شکایت کرده که چرا شورای نگهبان اون رو برخلاف دستور مقامات بالا که منظورش خامنه‌ای هست حذف کرده. لابد که اشاره میکنه به اینکه چراغ سبز گرفته بود از خامنه‌ای. همینطور هم اسحاق جهانگیری. خب با این حذف و جراحی که شده، رژیم با این خراطی قاعدش محدودتر، کوچکتر شده، بنابراین شکننده تر شده و ضعیفتر از پیش میشه، به خاطر اینکه قاعدش محدود و کوچک شده. بحران ها در درون خودش اوج خواهد گرفت به دلیل همین مخالفت های گسترده ای که از الان به بعد شروع میشه. طنز ماجرا اینجاست که خامنه این حذف و جراحی رو کرده که به صورت رژیمش رو یک دست بکنه، بیشکاف بکنه در برابر قیام ها.
اما خود همین کاری که کرده با این حذف و جراحی های ناگزیر شکاف های جدیدی رو در درون خودش ایجاد میکنه و که خروجی این فضا رو باز میکنه هرچه بیشتر برای اون بحران های اقتصادی اجتماعی و برای فوران قیام ها. و این حتما ما در روزهای آینده شاهد این خواهیم بود، کما اینکه در تمام انتخابات ها ما شاهد بحران های سهمگینی بودیم که بعضی از اینها به قیام های سراسری هم منجر شد. این بار هم یک چنین انتظاری میره. بله خیلی متشکرم. تحولات پرشتاب هست، بازه های زمانی هم کوتاه، قطعا که همونطور که شما گفتین به زودی شاهد خبرهای خواهیم بود. در هر حال بحرانی هست که خامنه‌ای باید اون رو از سر بگذرونه و بحران ساده هم نیست. خیلی متشکرم آقای مدنچی، ممنون که تشریف آوردید.